مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه در وزارت خارجه آلمان از وضعیت مخاطره‌آمیز سلامتی زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت رفتار حکومت آخوندی با زندانیان نقض مفاد پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در همین حال واشنگتن تایمز نوشت سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری در مورد رفتار خشونت‌آمیز رژیم با زندانیان مخالف این حکومت زنگ‌های خطر را به صدا در می‌آورند. یک متخصص ضد تروریسم گفت رژیم ایران در برابر سرکوب مخالفان هیچ قیمتی نمی‌پردازد و در مقابل حسابرسی قرار نمی‌گیرد. این روزنامه افزود عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران یک گزارش اعتراضی رسمی علیه رژیم ایران صادر کرده است. عفو بین‌الملل با اشاره به اعدام نوجوانان توسط حکومت آخوندی اعلام کرد شورای حقوق بشر باید برای تضمین احترام به تعهدات بین‌المللی و حفاظت از حق زندگی اقدام کند. در گزارش عفو بین‌الملل آمده است حکومت ایران که کنوانسیون حقوق کودکان را امضا کرده علیرضا تاجیک را در ماه گذشته اعدام کرد. او هنگام دستگیری فقط 15 سال سن داشت و به دنبال یک دادگاه غیرعادلانه بر مبنای اعترافاتی که علیرضا تاجیک میگوید بعد از شکنجه گرفته شده محکوم شده بود. در سال جاری میلادی حداقل 4 تن دیگر که در هنگام جرم زیر 18 ساله بودند اعدام شدند. عفو بین‌الملل گزارش‌های معتبری دریافت کرده که 5 نفر که در سن کودکی دستگیر شده بودند در سال‌های 2016 و 5 ماه اول 2017 اعدام شدند. عفو بین‌الملل می‌افزاید در حال حاضر حداقل 92 تن از نوجوانان در صف اعدام قرار دارند.